سیل و آب گرفتگی در اهواز و دسفول. سیل جان دو کودک را در خرم‌آباد و اهواز گرفت. تحسن جمعی از مردم سیل زده آقلا در مقابل فرمانداری رژیم. با بالا آمدن آب کارون، پارک ساحلی غربی اهواز زیر آب رفت. شهرداری رژیم در اهواز به دلیل بالا آمدن آب از سطح رودخانه کارون خواستار تخلیه منازل برخی ساکنین کوی سید خلف اهواز در حاشیه کارون شد. در دسفول نیز روز شنبه سیل در خیابان‌های این شهر جاری بود. به دنبال هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران در روزهای یکشنبه و دوشنبه و خطر سیل، 11 روستای حاشیه رودخانه‌های دز و کرخه در شهرستان شوش تخلیه شد. بنا به گزارش‌های منتشر شده، بیش از 443 خانوار با 2373 نفر جمعیت در روستاهای حاشیه رودخانه‌های دز و کرخه در معرض خطر سیلاب سکونت دارند. استان‌هایی که طی دو روز آینده در معرض سیل قرار دارند عبارتند از خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال بختیاری، کوهگیلویه و بوی رحمت، لرستان، غرب استان فارس، جنوب و شمال غرب اصفهان، نیمه شمالی بوشهر و جزایر شمالی خلیج فارس. روز شنبه یک مادر و فرزند به درون رودخانه خرم‌آباد سقوط کردند. در این حادثه پسر بچه 4 ساله متاسفانه غرق شد. روز شنبه همچنین یک کودک در پارک ساحلی آب گرفته کوت عبدالله غرق شد و متاسفانه جان باخت. ماشین از اون ویلی تک ماشین گروه ایت بیا اکی ماشین بطاق گلیه جمعی از مردم سیلزدی آقلا روز شنبه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت وخامتبار آنها در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تحسن کردند. یکی از ماموران نیروی انتظامی قصد دستگیری یکی از تحسن کنندگان را داشت که با ممانعت و هو کردن مردم خشمگین مواجه شد و عقب نشینی کرد. من میگم راه آهن آبو گرفته هر روز من چند تا خراب کردی چی میگی داداش هر روز ما داریم چک امروز 10/1/98 ساعت 12:30 شور و شوق امداد رسانه. روز شنبه سطح آب در شهر آقلا در استان گلستان بار دیگر افزایش یافت. به اعتراف فرماندار رژیم در این شهر 40% شهر در زیر آب قرار دارد. وزیر ارتباطات کابینه آخوند روحانی روز شنبه افزایش سطح آب در شهر آقلا را تایید کرد و گفت برف بالادست در حال ذوب شدن است و پیش بینی می شود سطح آب در آقلا مجدداً افزایش یابد. رئیس ستاد مدیریت بحران رژیم در استان گلستان گفت احتمال به زیر آب رفتن گمیشان وجود دارد و مردم به نقاط امن بروند. جمالی اعتراف کرد مردم برخی شهرها و روستاهای استان گلستان 12 روز است که با سیلاب دست و پنجه نرم می کنند و در بیشتر نقاط استان خانه‌هایشان تخریب شده یا آسیب دیده است.